بذرتش میت بارخ در کتاب در ادامه کتاب ارخود صدیقیم قسمت گعواد تکبر، همونجور که گفتیم انسان باید همیشه بر حذر باشه که پاک و تمیز باشه و با خصلت متوسط رفتار کنه، همچنین باید جسم انسان تمیز باشه و کثیف نباشه، باید همیشه بر حذر باشه که صورت، دست و پاهاشا بشوره، همچنین دفعاتی کل بدن خودش همچنین بشوره، زیرا ما در مورد هیلل هزاغن یافتیم که تعریف میکنن در مورد ایشون هنگامی که از حضور دانش آموزانشون مرخص شدن و خواستن برن، دانش آموزانشون تلمیداشون با ایشون رفتن، گفتن به هیلل هزاغن له خانت تهولخ، به کجا میروی؟ گفت به آنها میرم که میسوا انجام بدن. تلمیداش پرسیدن که خب استاد چه میسوایی میری انجام بدید شما؟ گفت به آنها میرم حمام برای شستشو. گفت که آیا این حمام رفتن میسوا حساب میشه؟ تلمیدا پرسیدن. گفت به آنها بله، که انسان که میاد و خودشا تمیز میکنه، پاک نگه میداره و حموم میره و هنگامی که میخواد بره در جلوی حقادش بارخو تفیلا بخونه، این خودش نشونه اینه که با پاکی و تمیزی میاد و عبادت حقادش بارخو رو انجام میده، این خودش یک نوع میسوا حساب میشه. همونجور که ما میدونیم که حقادش بارخو میگه شنیورتی به تله، من آفریدم شما را با قالب خداوند و شبیه خداوند. پس چون همچنین انسان قالبی از خداست و وجود ذات مقدس حقادش بارخو در وجود انسانه، بنابراین بعد انسان همیشه خودشا پاک و تمیز نگه داره، به خاطر همین شستشو کردن به این نیت، به نیت این که چون که ذات حقادش بارخو در وجود اینه وجودشه و همچنین به خاطر این که به هر صورت با پاکی تفیلا بخونه، این خودش میسوا حساب میشود. خب هر شخصی که در تمام این مواردی که گفتیم، چه از نظر پوشش، چه از نظر خب خونه خریدن، چه از نظر شستشوی بدن، اگر تمام این موارد به نیت میسوا انجام بده و نه به خاطر اینه که خودش را زیبا کنه، به خاطر اینکه تکبر و بزرگی بکنه، با وجود که تو این مطالب که مربوط به چه جسم انسانه تکبر و بزرگی به نظر میرسه در موردش، ولی اگر تنها و تنها نیتش به خاطر حقادش بارخو باشه و به خاطر حالا میسوا باشه، 100% در تمام این موارد میتونه به راحتی میسوا نیز انجام بده. شالوم.